شما در بخش اول صحبتتون اشاره کردین به اینکه در بعضی از مناطق ایران این آمار کودک همسری بالاتره. چندی پیش هم گزارشی منتشر شده بود که نشون میداد در بعضی از استان‌ها، مثلا استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خوزستان، این آمارها بالاتر نسبت به بقیه نقاط. شما این پراکندگی جغرافیایی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، یه بخشیش به نظرم برمیگرده به روستایی بودن یا روستانشین تر بودن این استانها طبعا، و این خود روستانشین بودن با میتونه یکی از دلایل این باشه که اون سنت‌های دیرینه پایدارتر مونده و در نتیجه کودک همسری که از قدیم هم وجود داشته کماکان ادامه پیدا بکنه، در حالی که در شهرنشینی اتفاقی که میفته این هستش که به هر حال تغییر فرهنگی متنابهی ایجاد میشن توی ذهن خانواده ها، و خب خود این باعث میشه که تعداد کودک همسری کاهش پیدا بکنه. برای همین بخشی از این به سنت ها بستگی داره. مثلا من دیدم تو بخش هایی از جامعه ایران که نمونه هاش هم گفتید، حتی این تصور در بین والدین وجود داره که دختر بعد از سن 13 سال اصلا دیگه مدرسه نباید بره، بشینه توی خونه و ازدواج بکنه. اگر بخواد بیرون بره ممکنه که مثلا با جنس مخالف روبرو بشه و این خودش باعث بشه که از در واقع پیدا کردن همسر براش با مشکل مواجه بشه. خب تمام اینا در واقع این سنت‌های هستش که در قدیم‌ها وجود داشته. شما الان دیگه این رو کمتر توی پدیده‌های در واقع شهرنشینی باش مواجه هستید، با توجه به اینکه میلیون‌ها نفر از دخترای ایران هم به دانش شغل میرن و در واقع دیگه اون مسائل گذشته توی شهرها، حتی شهرهای کوچکتر هم میتونه مطرح نباشه. ولی این خودش بخشی از همونطوری که گفتم سنت‌هایی هستش که اون وقت قانون هم این رو تشدید میکنه. ولی اگر اجازه بدید، من میخواستم تأکید بکنم که برخلاف آنچه که رهبر فتوا داده و خواست رهبر که جمعیت ایران دو برابر بشه که زنا تعداد فرزندانشون افزایش پیدا بکنه، مطابق آماری که مرکز ثبت احوال که مهمترین مرکزی هست که در این موارد آمارش رو بایستی مورد توجه قرار بدیم میده، این هست که دقیقا از اون سالی که آقای خامنه ای فتوا دادن تا پارسالی که من آمار رو نگاه کردم، تعداد فرزند آوری در ایران 22% کاهش پیدا کرده. این به این معناست که مردم ایران به فتاوی کاری ندارن و در واقع به شکل عقلایی رفتار میکنن، با توجه به اینکه با بحران اقتصادی، با توجه به اینکه با تربیت بهتر فرزندانشون ترجیح میدن که فرزند کمتر داشته باشن، و به همین دلیل هم این آقایون میان کودک همسری رو تشویق میکنن که دیگه در واقع همطور که گفتم کنترلی که کودک بر بدنش داره کنترل نیست که یک زن بالغ بالای 20 بالای 24 سال برای مثال داره.